بسم الله الرحمن الرحيم. مركز انتشارات مسجد وزير محمد اكبر خان تقديم ميكونت سلسله خطبه هاي نماز جمعه از دكتور محمد اياز نيازي. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. هموطنان عزیز، بزرگان محترم، جوانان ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوعی که امروز انشاءالله میخواییم صحبت بکنیم و آنچه که همگی جهان اسلام و مسلمان ها به وجه خصوص و جهان بشریت به وجه عام نیاز داریم که بدون از او مشکلاتی که امروز دامنگیری بشریت است در تمام مجال زندگی عبارت است از ایمان و نقش آن در زندگی انسان در دنیا و آخرت. اگر بیاد داشته باشیم در هفته گذشته که صحبت پیرامون جایگاه و مقام والدین و خصوصا مادر از دیدگاه دینی مبین اسلام بود، یک اشاره کوتاهی داشتیم به نقش ایمان و اهمیت ایمان و گفتیم امروز بیشتر از 1 میلیارد و چند صد میلیون مسلمان وجود دارد، اما متاسفانه مؤمن خیلی کم است. اگر ایمان هم در وجودمان در قلبمان هست ولی بسیار بشانی یا به مثابه یک چراغ بسیار ضعیف در برابر تاریکی های متلاطم زندگی و متراکم حیات. اینجاست دوستای نهایت عزیز که ایمان اساس همه سعادت و نیکبختی برای انسان هاست. امروز ما و شما میبینیم در جهان که اگر هر قدم تکنولوژی پیشرفته در راه خیر گماشته میشود و یا این که به خاطر جلوگیری از جرم و جرائم با کار برده می شود و چند کیلومتر پیشتر جرم و جنایت در حرکت است، به این معنا که اگر ما بخواهیم که زمین را با زور و قوت و با استخدام تکنولوژی پیشرفته و سلاح‌های پیشرفته من آرام بسازیم، این اشتباهی بزرگ است. بجز زیای وقت و بالا رفتن گراف جرم و جرائم و ناآرامی دیگر سودی ندارد، بلکه انسان مرکز کائنات است. همان طور که در وجود انسان قلب مرکز قلب است، مرکز وجود است، مرکز جسد انسان و بدن انسان است. اگر قلب سالم بود تمام اعضای بدن انسان سالم است. سلامت قلب دو معنا را در بر می‌گیرد: سلامت مادی و فیزیکی قلب، انسانی که قلبش از تمام امراض قلبی محفوظ است انسانی سالم است و صحتمند. سلامت قلب از دیدگاه روحی و معنوی، چنانچه که در قرآن خداوند می‌فرماید الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر سعادتمند است انسانی که با پروردگار در روز قیامت ملاقات می‌کند با قلبی سالم، صحتمند و قلبی که مملو از ایمان است. الا من خشی الرحمن و جاء بقلب منیب، کسی که من خشی الرحمن، کسی که میترسد از پروردگار و به خداوند خود میآید با قلبی منیب، با دلی که او به پروردگار همیشه رجوع کننده است، اینجاست که او انسان سعادتمند است. همچنین انسان در کائنات بزرگ
حیثیت قلب دارد. اگر این انسان اصلاح شد، کائنات اصلاح است. اگر این انسان فاسد شد، کائنات هم فاسد است. که ما و شما میبینیم امروز انسانیت همزمان به پیشرفت علم و تکنولوژی که اساسی از او بر ایمان استوار نیست، بر ایمان به خدا استوار نیست، به وجدان درست استوار نیست، به اخلاق عالی استوار نیست، باعث بدبختی ها، باعث پریشانی ها، باعث فاسد شدن 100% انسان. کاش که این تکنولوژی و کاش که این دستاورده های علمی برای خیر بشریت به کار برده می شد. و در صورت است که بشر مفهوم زندگی را درک بکند و او در صورت است که بشر به خدای خود ایمان داشته باشد. وقتی که می بینیم در تاریخ بشریت از آغاز خلقت آدم علیه السلام تا زمان بعثت خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم، هیچ مقطع تاریخ از انبیا و پیامبران خداوند خالی نبود است. و هدف اساسی همه چنانچه که در سوره حدید ذکر است، رهنمایی بشر برای درست و نجات انسان از راه‌های کج و راه‌های نادرست بود است. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، و تحقیق فرستادیم پیغمبران خود را با معجزات به خاطر تایید نبوتشان، و فرستادیم با ایشان کتاب و ترازو را، لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم با عدل و انصاف زندگی کنند. امروز عدالت یگانه چیزی است که وجود ندارد. دم از عدالت زده می شود، از حنجره هایی که حقوق انسان تفسیر می شود، از حقوق انسان لاف زده می شود. متاسفانه در رأس متخلفین و یا کسانی که پایمال کننده حقوق بشریت و انسانیت هستند خودشان قرار دارند. اینجاست که این همه چیز به یک علت برمی گردد که انسان بدون از او اصلاً زندگی خودم مفهومش نمیفهمم، و بدون از او امکان تأمین عدالت نیست، و بدون از او امکان تأمین امنیت نیست، و بدون از او امکان ندارد یک کشتی که ما همه سوار هستیم یعنی کره زمین از غرق نجات پیدا کند. که او ایمان به خداوند است، ایمانی که با او وجدان درست مرتب می شود. ولی متاسفانه امروز چند صد میلیون انسان که در روی کره زمین زندگی میکنند از این نعمت محروم هستند، مگر 1,700,000 یا 600,000,000 که منتمی به دین اسلام هستند. درست است که مسلمان ها مؤمن به خداوند هستند، ولی ایمانی بسیار ضعیف. و گروه های دیگر که کسانی هستند که به وجود خداوند قائل نیستند، کسانی هستند که اگر به وجود خدا قائل هستند در پالوی از او گاو می پرستند، سنگ می پرستند، چوب می پرستند. و کسانی هستند که دعای از او بیشتر می کنند، که گویا به کتاب های آسمانی ایمان دارند، در حالی که خود کتاب های آسمانی را تحریف کردند و به مسخره کشاندند. اینجاست که بشریت به قیادتی درست ضرورت دارد، و قیادتی که نشأت از نور ایمان بکند. اهمیت این موضوع بود که پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم در کانون تاریکی های شرک و بدبختی و جهل آفتاب نبوتش می درخشد، در جایی که اصلا توحیدی وجود ندارد، ایمان وجود ندارد، خرافات و انحرافات عقیدوی به اوج خود رسیدگی است. 13 سال در کانون شرک یعنی مکه به خاطر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کار میکنن و متقابل تمام مشکلات میشوند. حتی هیچ کس آماده نیست که از این شخصیتی که در مابین اونها 40 سال زندگی میکنن و در 40 سال زندگی مثل آفتاب تاریخ درخشان دارن، القابی دارن در مابین مردم، به تقوا
به صداقت، به ایمانداری، به امانتداری، از تمام اوصاف و از تمام جایگاه و مکانت برخوردار هستند. در همون لحظه ای که اعلان میکنند که ای مردم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فقط فلاح و کامیابیتان در لا اله الا الله است، ولی کسی آماده نیست بجز مجموعه کمی از یارانشان که در رأس همه همسر عزیزشان حضرت بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها و غلامشان میسره و طفل به نام علی بن ابی طالب و شخصیتی به نام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنهم با چند تن ای پیام اعلان میکند که قولوا لا اله الا الله تفلح. چرا این ترکیز و فوکس بالای ایمان؟ 13 سال میبینیم که از او مدرسه کیا خارج شدن. او مدرسه بود که در او ایمان پخته شد. کسی سر خود گرفته در سنگر میرود، حتی به خدای خود میگه که این سر ناچیز است، این جان ناچیز است، این دارایی ناچیز است که ما در راه تو قربان کنم. این درس از کجا آموخت؟ از مدرسه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که همه فوکس بالای ایمان به خداوند بود. دوستای نهایت عزیز، ایمان به خداوند بزرگترین نعمتی است که به انسان در زندگی نصیب می شود. بدون ایمان اصلا امان نیست. بدون ایمان امان نیست. چرا لفظ ایمان از امن مشتق است. امنیت بدون ایمان امکان ندارد. درست است، امکان دارد که چهار اطرافی حولی تو و یا قلای تو و یا قصر تو را مردم به خاطر حفاظت تو بیدار خوابی بکشند و تو مطمئن باشی که از هیچ طرف والای تو حمله نمی شود. اما او یک شکل ظاهری است. او ایمانی که در قلب انسان راه پیدا می کند و امنیت واقعی در روشنی از او نصیب انسان می شود. امنیت واقعی و اطمینان واقعی که اصلا غیر از رب العالمین دیگه از هیچ کس نمی ترسد. با او ایمان خوف یک جا نمی شود. با او ایمان خوف یک جا نمی شود. با او ایمان است که لذت از او را کسی که می چشد اصلا در زندگی دیگه هیچ چیز برابری از او ارزش نمی تر. اینجاست فرق است با ای که ما به خاطر از ای که بخوابم 100 نفر بخواب است، 1000 نفر بخواب است که ما بخوابم، ولی باز هم خواب نمیاد، باز هم تشویش است. علت چیست؟ امنیت قلبی وجود ندارد. امنیت قلبی وجود ندارد. وقتی امنیت قلبی به دست آمد اونجاست که ما از خواب خود لذت میبرم، از زندگی خود لذت میبرم، حتی از تلخی های زندگی احساس شیرینی میکنم. چنانچه که تصوف واقعی که پایه های آن بر قرآن و حدیث و توحید استوار است، وقتی که به اوج محبت میرسد انسان و به لذت معرفت پی میبرد، اینجا است که در برابر مشکلات احساس راحت میکند. انسان از مرحله صبر به مرحله رضا ارتقا میکند. صبر به این معنا که در برابر یک مصیبت انسان تلخی از او را میچشد، با وجودی که در حلقومش احساس تلخی میکند ولی او را فرو میبرد، شکایت نمیکند، شکایت نمیکند. اما وقتی که انسان ارتقا میکند بر درجه رضا، در اونجا است که از او تلخی یا از او مصیبت یا از او ابتلا، از او آزمایشی که از طرف خداوند متوجه از او می شود، در جان از او، در مال از او، در اولاد از او، در هر چیز از او اصلا لذت می برد. چرا میگه از طرف خداوند است؟ بلایی از حبیب آید 1000ش مرحبا گویم. اینجا است که خداوند می فرماید رضی الله عنهم و رضو عنه، خداوند از ایشان راضی شد و اونها از خداوند راضی هستند. که مثال بارها ما تکرار کردم، رضای ما و شما رضای موسمی است، رضای موقتی است. در صورت احساس رضامندی از خداوند میکنیم که در تجارتمان 1 لک کمایی کنیم یا بیشتر، ولی وقتی که تنزل میکند یا تنازل میکند
حتی ربح و فایده من در تجارت به 60,000 با خداوند قطع روابط میکنیم. در صورت شکر میگیم خدای از تو راضی استیم که شکم و من پر باشد، لباس خوب داشته باشیم، موتر خوب داشته باشیم. متاسفانه بس اوقات در برابر امین نعمتام خداوند فراموش میکنیم. از بازو توان و هنرمندی خود یا کمال خود او را فکر میکنیم. مثل قارون وقتی که موسی علیه السلام برش میگه هرچی ای از طرف خداوند است باید شکر نعمت خدا را بجا بکنی، حق ایمال ادا بکنی، میگه انما اوتیتو علا علم عندی، ای به اساس علم و دانش من کمال من میگه ای چیز ما کمایی کردم. متاسفانه ای به این اندازم نیستیم اکثریت من، ولی باز هم اگر شکر و اگر رضامندی نشان میدیم در وقتی که نعمت سرازیر شود، لیکن در وقتی که ابتلا و آزمایش خداوند متوجه من می شود در اون صورت متاسفانه جز و فز من یا غلمغال من بلند می شود. و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض، وقتی خداوند جل شانه ابتلا و آزمایش می کند و انسان اگر تکلیفی می رسد در اونجا است که پس دعا می کند و دست به شکایت می زند انسان. این همه امراض تداویش در یک نکته است دوستای عزیز، ایمان به پروردگار. ایمان به خدا چی معنا؟ ایمان به پروردگار چی معنا؟ یعنی ایمان به وجودی پروردگار که خداوند موجود است، ایمان به وحدانیت الله تعالی که او واحد و لا شریک است، ایمان به صفات پروردگار که او دارای صفات کمال است، ایمان به قدرت خداوند که همه قدرت پیش اوست، ایمان به آن چه که به انسان میرسد از طرف خداست، ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، آن چه که به انسان میرسد از طرف پروردگار است، ایمان به قدری که خداوند به تو از رزق داده است، صبر و قناعت و ایمان، یه همه مفهوم ایمان است که در زندگی انسان اثرات مثبت خود به جا میگذارد. دوستای عزیز، وقتی ما به خداوند ایمان داریم و همچنین وقتی که ایمان به وجود داشتیم به کتابی از او ایمان داریم، به قوانینی از او ایمان داریم، به احکامی از او ایمان داریم، وقتی به طرف مسجد حرکت میکنیم چی چیز ما را به اینجا میارد؟ ایمان به خداوند. آنچه که انجام میتیم نماز است، نماز ایمان نیست، نماز اسلام است، روزه اسلام است، زکات اسلام است، بنی الاسلام علی خمس، اساس اسلام پنج چیز است، کلمه مبارک و زبان گفتن اسلام است، نماز، روزه، زکات، حج، این اسلام است، یعنی احکامی که ما مکلف هستیم که انجام بدیم. اما ایمان آنچه که ارتباط دارد به باور انسان، وقتی ما به طرف مسجد حرکت میکنم و قلب ما پر از ایمان است، من میگم خدایا من ایمان دارم به ای که آنچه که انجام میتونم به نام نماز ای امری توست، خدایا به خاطر تعمیل امری تو ما در حرکت هستم به طرف نماز، نه به خاطر عادت و نه به خاطر از اینکه به مردم نشان بتم که آدم پابند نماز است، پنج وقت نماز، تا اینکه مردم بیشتر به من احترام بکنن. چرا که در هر فرض الهی، در برابر هر فرض الهی ما دو مکلفیت داریم، یک مکلفیت ما نیست که باور قلبی داشته باشیم که این امر الله است، باور قلبی، دوم او را ادا بکنیم، و همچنین در هر آنچه را که خداوند حرام قرار داده است دو مکلفیت داریم، یک باور قلبی به این که از طرف خداوند امر شده است که حرام است، دو از او اجتناب میکنیم، میپرهیزیم. یک کسی میگه چرا شراب نمیخوری؟ میگه که والا طبیعتی من نمیگم، خوشم نمیآید. آیا کسی که همچنین کلام را همچنین حرف را میزند در برابر شراب خوری برش میگه چرا شراب نمیخوری تو؟ میگه والا خوشم نمیآید. آیا او مستحق تقدیر و تمجید است که در آینده بگیم بسیار آدم خوب است، والا در یک مجلس گفت که شراب خوشم نمیآید؟ نه خیر. اما یک کسی میگه چرا شراب نمیخوری؟ میگه من باور دارم که خداوندی من شراب حرام قرار داده است، من به خاطر از اینکه رب العالمین خوش بسازم
شراب نمیخورم، این آدم قابل تقدیر است، هم باور دارد به حکم پروردگار، ایمان دارد به اینکه خداوند شراب حرام قرار داده است، و در جانب از این هم نمیخورد. بناهن چنین انسانی قابل تقدیر است. و همچنین یک کس از طلوع صبح تا غروب آفتاب دکتر برش میگه که سبب معده تو اسکوب میشه، چیزی نخوری، چیزی ننوش، نمیخوره، نمینوشه، آیا قابل تقدیر است که برش بگوی که والا فلانی آدم خوب است، از طلوع صبح تا غروب آفتاب تا شام هیچ چیز نخورد، چقدر مقاومت کرد؟ این قابل تقدیر نیست. اما یک کسی که از طلوع صبح تا شام یا تا غروب آفتاب روزه میگیرد، هیچ چیز نمیخوره و نمینوشد، میگیم چرا این کارو میکنی؟ میگه به خاطر تعمیل امر پروردگار که در رمضان روزه را بالای ما فرض قرار داده است، و به خاطر خوشی خداوند، رضای پروردگار. این قابل تقدیر است، این بنده خداست. وقتی که ما بتانیم که عبادت از عادت خلاص بسازیم، چرا با فلانی روابطی خوب نداریم؟ به خاطر از اینکه اعمالش درست نیست، در حالی که یک مسلمان نمیتونه که با برادر مسلمان خود بیشتر از 3 روز خشمی باشه، و بیا در یک ماه شد که با فلانی میگه برادر من کوشش کردم، من خپل کوشش بکو، او دیر خبری میمکره لیورته ورته ویل چی در شراب حرام ده، او در شراب چکی، او دیتا میول چی رشوت مخلا در حرام قطعی ده، در خنزیر در وقی پشانده، او متاسفانه زما خبر او نمانلا، حال داری که ما دیر کوشش بکو، زکا اقی سر زمان نلگی در الله پا وجه دشمنی، در الله پا وجه یا قطع روابط، در الله در رضا پا وجه دانه چه سرای دیر خسارای دی تر سو پوریشی تانا پیسی در کی که شراب اوچ که او که چیر رشوت اخلی او که هر گناه وکی تا تا پیسی در کی سرای دیر خسارای دی، دیر جواد خراباتی دی، او کلا چه پیسی بندی شلی اده طول امراض دادی او ده طول عیوب دادی تا تا بیا رایات شی، سرای خسارای ندی، شراب اوچ کی زنا کی، قمار بازی کی، رشوت اخلی، حرام خوردی، خا دا دو کالا ولی دا خبر در تا یاد نشو، دیتا مونگ نوائش دا اللہ دا پارا دا سرائی دی سرائی سلقاتی روابی دو، ای بخاطری منافی شخصیش بود، تا وقتی که منافیش تامین می شد آدم خوب، همچنین در جامعه فعلی موش یک کس با تمام، یک کس میبینه با تمام عیوبی که داره، وقتی در یک چوکی بالا میشه ده ها نفر میبینه که گلاب دست شان گرفت، تبریک باشه سه، تبریک باشه، شب روز ما دعا میکردیم به خاطر کامیابی تان، تبریک باشه سه، تبریک باشه، همون لحظه که از چوکی پایین میشه حالا کسی نیست که دروازه را برش نشان بده که از کدام دروازه بیرون شد، اگر سلام به مردم میکنه سلام علیکم صاحب، کدام جدیده بودی؟ ما وزیر صاحب هستم، کدام وزیر صاحب؟ میبین ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا. روابط همه به اساس مادیات و منافع پیش پا افتیده، احترام فقط به خاطر غرض، دعوت ها به خاطر از اینکه در آینده یک چیزی از پیش یزی به دست بیاید. وقتی که همه چیز ما به للهیت تبدیل کردیم، دوستش دارم به خاطر از اینکه آدم مسلمان است، درست است که من چندین بار طوری مثال پیشش رفتم، عریضه ای من او طرف انداخت، ولی آدم مسلمان است، مؤمن است، رشوت نمیخوره، به خاطر خداوند دوستش دارم، ده الله ده پار ده دی سر از ما می نده، حال داده که دیر درخواستون می ورته بکن، او دیر عریضه می ورنده کری، او طولی رد کری، لیکن ده الله ده پار ده دی سر سر از ما می نده و محبت، ده توای ایمان. اینجا از دوستای عزیز که به این شکل چنانچه که پیغمبری بزرگوار من صلی الله علیه و سلم در این راستا حدیثی دارن، کسی به خاطر خدا کسی را دوست داشته باشد و کسی به خاطر خداوند با کسی قطع روابط میکنه، کسی به خاطر خدا با کسی میته، کسی به خاطر خدا با کسی نمیته، او مستحق است، با او کمک میکنه، مداری که عواید عایداتی و چیزی ندارد، مسکین است، فقیر است، بیچاره است، و به این چرا نمیدی؟
به خاطر از اینکه پول برده مواد مخدر خریداری میکنه، پول برده قمار میزنه، پول برده شراب میخره و خریداری میکنه. به این خاطر به این ما کمک نمیکنه و او به خاطر از اینکه مستحق است، این به خاطر خدا، این هم به خاطر خدا، این داد به خاطر خدا، اینجا منع یا دست گرفتن از دادن به خاطر خدا. اینجاست که ایمان تکمیل می شود. این همه چیز ما از ایمان می آفیم. دوستای عزیز، سری ایمان باید کار بکنیم تا اینکه لذت زندگی را ببینیم. اثرات مثبتی در زندگی دنیوی و اخروی انسان ایمان دارد. در رأس همه قبول اعمال. تا به وقتی که یک انسان به خداوند ایمان نداشته باشد، اعمالی از او درست نیست. دیر کسانی که ایمان نلری، پا الله بندی باور نلری، ماتریالیستی یا کافر دی، لکن دیر خود کارونه کهی. او کلا کلا متاسفانه زمونگ ساس با وطن که هم جماعتون جوروی کنه و ایچه عیصاف و فلان زی که او جماعت نو اخکول جماعت جور کن، دی دو پار دعاو کهی، سه دعاو کن چه خدای دی قبول کی؟ نه، دا اعمال و دا قبول دا پار یو شرط اساسی دی چه آقا ایمان دی. چه ایمان نوی نه قبلی کی سرائی خواه سرائی دی. اخلاقا دا عمل پا اساس بندی، دا اخلاق پا اساس بندی، لکن ایمان نشتا دا دی اعمال دا الله تعالی پا مخی سو ارزش نشتا. قبول اعمال انسان به اساس ایمان است. حتی بس اوقات در خرچ و مصرف هم میبینیم که گاه گاه ریا دست میده یا پیش میشود. ریا آمد ایمان از بین میرود. کالذی ينفق ماله رعاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا. خداوند جل ذکره میفرماید مثل کسی که نفقه میکند، خرج میکند مال خود را به خاطر نشان دادن برای مردم، ولی به خدا و روز آخرت ایمان ندارد. نتیجه مثل گرد و خاکی که بالای سنگ لش میباشد و باران تیز و تندی ببارد که او را کاملا از بین ببارد، اثری از او باقی نماند. مثل نهایت عزیز، این برکت ایمان است که اعمال انسان اگر چندی که کوچک باشد، عمل انسان کم باشد، ولی ایمان باشد او قبول می شود. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، در قرآن پاک می‌بینی که مقارنه ما بین اعمال ایمان و اعمال صالح است. به این معنا که باید ایمان باشد اساسی از او، چنانچه که در سوره لا اقسم بهذا البلد می فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إنني أزا ساختني إنسان كمك بفقير بيتيم وغير تمام أعمال، لكن ثم كان من الذين آمنوا شرط أساسي أميستكي درست أستكي چندين غلام آزاد ساخت، فقرار نام داد، يتيمهار نام داد، سرپنا داد، لكن ثم كان من الذين آمنوا شرط اساسی امیست که از اهل ایمان باشد، با خداوند باور و ایمان داشته باشد. یکی از جمله اثرات مثبت ایمان قبول اعمال است. و همچنین از جمله اثرات مثبت ایمان دوستای نهایت عزیز مراقبت نفس است، که ما مشکل اساسی من در این نقطه است. مراقبت نفس چی معنا؟ وقتی من میگم ما به الله تعالی ایمان دارم، ایمان به چی داری؟ به وجودش. دیگه به چی؟ به یکی میبیند، یکی صفاتش بصیر است. دیگه به یکی کنترل میکنه، رقیب است، یعنی تمام اعمال ما را خداوند جل ذکره مراقبت میکنه، تمام اعمال ما را مراقبت میکنه. اینجا است که کلاشینکوف گرفت و رفت در راه شیش که یک مسلمان تیر میشود، به اساس دشمنی میخواد که ایره از بین ببره. خواه هیچ کس نیست، نه پولیس است، نه سارنوالیست، نه شخصیست، بهترین جا، واه واه واه، چی جای، چی موقع، چی موقعیتی مناسبی. وقتی که ماشه را میخواد که پچک بکند، یک دم یادش میگه خو پلیس نیست، الله تعالی خو ما را میبینه. اینجاست که صرف نظر میکند. این نقش ایمان است.
صرف نظر میکند از قتل مسلمان. $10,000 پیش روش مانده شد، هیچ کس نیست، پیاده دفترم بیرون رانده شد. خب وقتی که دست دراز میکنه، خب ان الله کان علیکم رقیبا، بدون شک و شبهه خداوند بر بالای شما رقیب است، مراقبت میکنه از تمام احوالتان. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، هیچ امکان نداره که سه کس یک جا جمع میشوند چهارمشون خداوند است، چهار کس یک جا جمع میشن مجلسی خصوصی دارن پنجم خداوند است، دو کس یک جا جمع میشه با یک دیگر مجلسی خصوصی دارن سیوم خداوند است. وقتی آیت یادش میگه به عدد نمیتونم نشم کولی، ولی داخل مادر تو او بخلی گاگا میگه که از شیر مادر کرا حلال تر باشه برات، شیر خدا حرام قرار داده است از شیر مادر کرا حلال تر. تو کی؟ چیزی که خدا حرام قرار میده تو میتونی که او رو حلال قرار بدی؟ از شیر مادر حلال تر سید، یک تحفه ناچیز است. میگه نه، خداوند مرا دیده رایز حیاش میآید، هیچ کس نیست، الله تعالی هست. نقش ایمان است در اصلاح فرد و جامعه. دوستی عزیز داخل اتاق میشه، تشنه است، سخت، روزه، روزه هم روزه رمضان مبارک و در تابستان، آب هم در کولر، دوستش دراز میکنه، یک دم میگه رب العالمین تو خود میبینی این چیز از دست دادیم ما به شکل عام، خاص ما مسلمان ها و به شکل عام کلی بشریت. این جنایت هایی که صورت میگیرد در روی کره زمین، این بدبختی که صورت میگیرد، این فسادی که امروز به اوج خود رسیده است که خداوند جل ذکره با لطف و کرم خود این کره زمین نگاه کرده است. در اقوام گذشته چه قسمی که قرآن پاک حکایت میکند، قومی مرتکب عملی میشد، پیغمبر فرستاده میشد، نصیحت میکرد برش، اگر اصلاح میشد خوب و اگر نمیشد هلاک میشد. عملی قوم شعیب علیه السلام مرتکب خیانت در تجارت و در داد و گرفت شدن، شعیب فرستاده شد، نصیحتشان کرد قبول نکردن، هلاک شدن. قوم لوط مرتکب علیه السلام مرتکب لواطت شدن، لوط علیه السلام فرستاده شد، نصیحتشان کرد قبول نکردن، هلاک شدن. و امثال آن. امروز تمام انواع جرم و جنایت وجود دارد، تمام انواع جرم و جنایت، هلاک کلی. چنانچه که پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم دعا کردن و این دعاشان قبول شد که امتی مرا به شکل کلی هلاک نساز، این برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم، وگرنه تمام انواع جرم و جنایت و گناه و سرکشی و بدبختی و فساد فعلا وجود دارد، تمام انواع آن. لکن خداوند بالای امت اسلامی لطف و کرم کرد که فرمود که خدایا امتی مرا به شکل کلی هلاک نکن. خداوند گفت که را قبول میکنم، ولی باز هم از این انسان نباید خدا فریب بده که بازم عذاب خداوند آمده نیست. اگر به شکل کلی کلی کره زمین اگر هلاک نمیشد، به شکل جزئی و به انواع مختلف عذاب آمده نیست و نباید که انسان خود ایمین بدارد، در امن بدارد از عذاب. فلا یمن مکر الله الا القوم الخاسرون، از گرفت خداوند در امن خود فکر نمی کند مگر گروه زیانکار. اینجا از دوستای نهایت عزیز که یکی از جمله اثرات مثبتی ایمان در زندگی انسان اینجا است که اجتناب از جرم و جنایت و جرایم، و همچنین از جمله اثرات مثبت ایمان در زندگی انسان تقبل مشکلات است. در این زندگی جای راحت نیست، هر انسان مشکل خود دارد، هر انسان مشکل خود دارد، بس اوقات مشکلات ها بزرگتر است، بس اوقات میانه‌تر است و بس اوقات کوچکتر است، ولی هر انسان غم خود دارد، به یک غمی از غم ها، به یک مصیبتی از مصیبت ها مبتلا است. در برابری غم و مصیبت و مشکلات زندگی یگانه راه نجات انسان ایمان به خداوند است.
که به این آیت ایمان داشته باشیم. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، هر چیزی که میرسد به انسانها از مصیبت او به اجازه پروردگار و به اراده پروردگار میآید. و من یؤمن بالله یهدی قلبه، کسی که به خداوند ایمان داشته باشد روشن میسازد خداوند قلب او را، در برابر مصیبت صبر دارد. در برابر مصیبت خداوند قلبی از را روشن میسازد، صبر میکند. و همچنین دوستان نهایت عزیز، از جمله اثرات مثبت ایمان برای مؤمن، عدم خلود در دوزخ است. به این معنا که چه قسمی که در احادیث صحیح آمده است که نبی کریم صلی الله علیه و سلم، شفیع اعظم صلوات الله و سلامه علیه، در چند مراحل امت خود شفاعت میکند. یکی منصب شفاعت کبرا برشان داده شده است که منصب به هیچ پیغمبری داده نشده است. شفاعت کبرا به این معنا که تمام خلایق در محشر جمع میشوند و همگی در خوف و حراس به سر میبرند، حتی مؤمنا هم، حتی انبیا هم زیر تأثیر و خوف عظمت پروردگار قرار میگیرند. و کسی جرأت کرده نمیتواند که دست خدا بلند بکند یا سر خدا بلند بکند یا از پروردگار دعا بکند که حساب و کتاب مخلوق آغاز شود. اینجاست که مردم الهام میشوند که به طرف آدم علیه السلام میروند. آدم علیه السلام میفرماید که یک کاری من است، معذرت میخواهم. به ابراهیم علیه السلام میان، به موسی علیه السلام میان، به عیسی علیه السلام میان، هر پیغمبری از انبیای اولوالعزم معذرت میخواهم. عیسی علیه السلام به انسانها، به مخلوقات میگه که وظیفه و این منصب پیغمبر آخر زمان صلی الله علیه و سلم. بالاخره پیغمبر آخر زمان صلی الله علیه و سلم. خداوند این چوکی و این مقام برای پیغمبر ما داده است که در زیر عرش خداوند به سجده میفته و دعا میکنند که خداوند حساب و کتاب مخلوق شروع بکن. در اونجا در حدیث شریف لوای حمد آمده است، پرچم حمد به دست پیغمبر است و خداوند به برکت پیغمبری آخر زمان و این منصبی که به پیغمبر ما داده است، خداوند حساب و کتاب شروع میکنه. برش خطاب میشود که سری خدا بلند بکن، سل تعطا اشفع تشفع او کما قال، هر سوالی که میکنی بر داده میشود، هر دعایی که میکنی قبول است، شفاعتی که میکنی شفاعت قبول است. این یک شفاعت، این شفاعت کبراست، این مقام خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم. شفاعت صغرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حق امت است که چندین بار با حکم پروردگار شفاعتشان قبول میشه و از دوزخ امت خود بیرون میکنه. حتی در آخر برشان گفته میشود که یا محمد صلی الله علیه و سلم، کسی که از دنیا با ذره از ایمان رفت است، با ذره از ایمان از دنیا وفات کرده است و در قلب از او ذره از ایمان بود، اجازه داره که او را از دوزخ بیرون کنه. ببینید نقش ایمان و جایگاه محمد آخر زمان صلی الله علیه و سلم که با ذره از ایمان و توحید از دنیا رفته، با وجود هیچ عملی نکرده است، ولی در دوزخ می سوزد. تو می توانی که با مو ذره ایمان و با مو جا و مقامی که ما به تو دادم تو او را از دوزخ بیرون بکنی. این نقش ایمان است در زندگی اخروی انسان. دوستای نهایت عزیز، ایمان بزرگترین سرمایه است. ایمان با خود امانه تضمین می کند، امنیت تضمین می کند. ایمان هر لحظه پولیس است که ما را از کارهای بد منع می کند، پولیس است که از دستمان گرفته به کارهای نیک تشویق می کند. باز هم لله الحمد، الحمدلله، ثم الحمدلله، ثم الحمدلله. اگر جوامع اسلامی را ما با جوامع غرب
اگر مقایسه بکنیم به مراتب الحمدلله جرم و جرائم در کشورهای اسلامی کم است. الحمدلله با وجود فقر، با وجود پریشانی ها، ولی میبینیم که یک مومین و یک مسلمان و یک دیقان با چقدر آرامی و فکری آرام زندگی میکن. یک همشیره مسلمان شد، پرسانش کردم که اسباب یا سبب اساسی مسلمان شدن چیست؟ گفت که والا یک چیزی را که در خصوصا در افغانستان دیدم، در کشورهای اسلامی دیدم، در جهانی که در اوجا اسلام نیست ندیدم، یک آدم به شکل عادی زندگی میکنه، در زندگی خود هیچ چیز ندارد، فقیر است ولی خوشحال، مسکین است خوشحال، خانه نداره ولی خوشحال مطمئن، در حالی که در اونجا از تمام امکانات زندگی برخوردار است ولی غمزده پریشان، یا به مرض عصبی مبتلاست یا به مرض روانی مبتلاست، و گاه گاه هم در اندک واقعی که پیش روش او را تهدید میکنه خودکشی میکنه، توانای زندگی را نداره. ما گفتم که در اونجا یک دست قوی وجود دارد که ای مسلمان با وجود فقر و پریشانی و جهل و همه چیزش ولی مطمئن زندگی میکنه. پرسان کردم، گفتن که این مؤمن به خدا است، این به خداوند ای کسی هست که اصلا در دنیا فقط چند روز زندگی را در نظر دارد، ولی ایمان دارد به ای که در روز آخرت خداوند جل ذکره در برابر صبرش، در برابر مشکلات، در برابر عبادتی که می کند، خداوند برش اجر و پاداش می دهد. ای باعث شد که ما کلمه خواندم و مسلمان شد. ببینید دوستای عزیز که امروز یکی از جمله اثرات مثبت ایمان اطمینان قلبی است، قسمی که قبلا در آغاز اشاره شد. صدها انسان است که به مرض قلبی مبتلا است، باز هم نگفته نماند. وقتی که مرض قلبی میگیم، مرض قلبی دو قسم است، یکی مرض فیزیکی است که انسانهای متقی و پرهیزگار به اون مبتلا میشوند، به اون مشکلی نیست. یک انسان وزنش زیاد میشه یا چربیش زیاد میشه یا اختلال در جریان خون است که بس اوقات برش تکلیف قلبی پیدا می شود، هدف من این نیست، یک مرض است، نه ای مومن و کافر شریک است. مرض قلبی که قرآن را مرض گفته، فی قلوبهم مرض، در دلهایشان مرض است، مرض نفاق، مرض کفر، مرض تشویش، مرض نگرانی، مرض خوف، فزادهم الله مرضا، خداوند مرضشان زیاد بکند، خود قرآن میگه. ولی مؤمن الحمدلله قلبش مطمئن است، چرا خداوند در کلام پاک صراحتاً برای علاج آرامش و اطمینان قلبی نسخه ای را خداوند به ما و شما میده که او چیز الا بذکر الله تطمئن القلوب، فقط به ذکر پروردگار دلها آرام میگیرد، فقط به ذکر خداوند دلها آرام میگیرد. ذکر در اینجا دو معنا دارد، یک تذکر و یادآوری و یک ذکر پروردگار نام خداوند را یاد کردن و کلمه مبارک خواندن که از زبان به قلب ارتباط کامل باشد، نه تنها به زبان. یادآوری چی معنا؟ والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله، کسانی که مرتکب گناه میشوند یا اقدام به گناه میکنند یادشان میاد خداوند، وقتی خداوند یادشان آمد اقدام نمیکنند به گناه، و یا اینکه اقدام به گناه کردند، مرتکب گناه شدند، فاستغفر الله، فورا به پروردگار خود رجوع میکنند و از خداوند معذرت میخواهند. این معنای ذکر یادآوری است که خداوند یادشان میآید، و یکی معنای ذکر ورد است، قرآن ذکر است. افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا اله الا الله، بهترین ذکر من، پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که من او ذکر می کنم و انبیاء گذشته ای ذکر می کردن، کلمه لا اله الا الله هست. اینجاست که قلب انسان آرام می گیرد، ایمان جای خود پیدا می کند. دوستان نهایت عزیز، واقعا که
به این چند کلمات پراگنده ما نمیتونیم که حقی موضوع را ادا بکنیم، ولی ایمان به پروردگار، به وجود خداوند، به وحدانیت خداوند، به قدرت خداوند، به رزاقیت خداوند، به مراقبت خداوند، به خلاقیت پروردگار، به روز آخرت، به حساب و کتاب، به اینکه اوامر شرع والای ما فرض است، باید به این پابند باشیم، به اینکه چیزی را که او منع قرار داده است بالای ما حرام است، به این باور داشته باشیم. یا همه از جمله اموری هست که بدون از این زندگی قیمتی ندارد. الهی به لطف و کرمت و ما ایمانی نصیب بکن، به واسطه از او رضای تو را کمایی کنیم. الهی ایمانی به ما نصیب بکن که به برکت او ایمان از گناه ها در حفظ و امان بمانیم پروردگار، از تمام انواع فساد و بدبختی ما محفوظ بمانیم پروردگار. الهی تو از ما راضی باش و راضی شو. تمام مریض ها را خداوند شفای کامله و عاجله نصیب بکن. تمام مسلمانایی که پریشان هستند از پریشانی خلاص بکن. الهی در وطن عزیز ما به لطف و کرمت به برکت قرآن پاک صلی الله و قرآن پاک و برکت پیغمبری بزرگوارمان صلی الله علیه و سلم، برکت این دستهایی که بلند شده است در این لحظه پروردگار پر برکت، امنیت و اطمینان و آرامی در روشنی تطبیق شریعت محمدی نصیب من بکن پروردگارا. الهی به لطف و کرمت کسانی که به خاطر سربلندی دین و شریعت و آرامی ای کشور کار میکنند پروردگارا، اونها را موفق داشته باشی و دشمنان اسلام و افغانستان را سرنگون بساز. الهی تو از ما راضی باش و راضی شو. تمام مقاصد ما را برآورده خیر بساز. گناهای کبیره و صغیره ما را ببخش پروردگارا، گناهی گذشتگان ما را ببخش، گناهی امت محمد علیه الصلاۃ والسلام را ببخش. الهی وحدت و یک پارچگی را در مابین مسلمان ها حاکم بساز، دستهای دشمنان را قطع بساز. اللهم صل علی محمد و آله و صحبه اجمعین.